سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم. به همراه پوریا با خبرها و گزارش‌های شما در خدمتتون هستیم. برای شروع برنامه بریم چند از گزارش‌های شما درباره مراسم محرم رو ببینیم و برگردیم. خیابون اندیشه سهروردی توی یه کوچه باریک وسط کوچه رو داربست زدن و یه تکیه درست کردن که باعث مشکلات برای اهالی محل رفت آمدشون شدن. شب ها هم سر صدای زیادی را میندازن توی یه فضا و کوچه کوچیک. تبلای بزرگی هم آوردن و با هر ضربه تمام شیشه‌های خونه می‌لرزه. حالا به خوب و بد بودن این مراسم کاری ندارم، ولی یکم مراعات حال ما رو بکنن. اونم آخر شب که مردم میان خونه تا استراحت کنن، این همه سر و صدا نکنن بهتره. این فیلمو میگیرم برای تلویزیون ایران فردا، برنامه در همین نزدیکی با شما. ماشاءالله همه مریضا رو یاد کنیم، مریضای منظور. اول اینکه کاش هزینه چنین مراسما رو به افراد بی بضاعت کمک می‌کردن. دوم اینکه آخه نصف شب جای تب زدن توی خیابون باریک و محله مسکونی هست. خب مردم می‌خوان استراحت کنن. کل کشور شده عزاداری و گریه و زاری فقط. یه سری مدعا هم که این روزا براشون خوب و کلی پول در میارن با درآوردن گریه مردم. امامزاده جدید رو داریم میبینین، به صورت سیار دارن میبرن سر جاش قرار بدن. به ملت شریف ایران تبریک میگیم. یه امامزاده به امامزاده های دیگه اضافه شده. اینا بادیگارد. متاسفانه آقایون از اعتقادات مردم سوء استفاده میکنن. از این جور امامزاده تو ایران زیاد هست. این سازه رو میبرن یه جای نصب میکنن و یه تابلو امامزاده عین قین من میزنن سردرش و یه شجره نامه هم مینویسن و مردم هم میرن توش پول میریزن تا حاجت بگیرن و مسئولین بیکار و مفخورن پولا رو بر میدارن و به ریش مردم میخندن. سلام بر همه دختران. سلام بر همه پسران. سلام به قیمت دلار که پارسال همین موقع قیمتش 3,800-900 بود. سلام به قیمت سکه.
پارسال همین موقع قیمتش 1,254,000 تومان بود. سلام به قیمت خونه‌ای که پارسال 200 میلیون بود و الان 500-600 میلیون شده. سلام به قیمت ماشینی که پارسال 40 میلیون بود و الان حدود 120 میلیون تومانه. سلام به وعده ثبات اقتصادی. ما ملت عزیز مشکلات بزرگی حل کردیم، ثبات به اقتصاد ایران برگردوندیم. مگه یادتون میرفت لحظه ای نرخ ارز عوض میشد، لحظه ای قیمت کالا عوض میشد. و سلام به همه وعده ها و قول و قرارهای انتخاباتی برای حل مشکلات اقتصادی. من غلط وعده کردم، کی همچی قولی وعده دادم؟ من همین دیروز وعده گفتی، یادت نبیا. من وعده گفتم؟ دروغ وعده گفتم؟ من کی وعده گفتم؟ خاک و چوک، مخش آلزایمرو شده ها؟ یه سال گذشته سال اتفاقات جور و جور بود. سال سیف رئیس بانک مرکزی که میگفت کلن همه چی حبابه. سال همتی رئیس بانک مرکزی که میگفت یا آهنگ پخش کنید ملت صفا کنن. آرزو خیلی مقتصدانه شما صحبت کردین. امشب ما برنامه‌ریزی کرده بودیم راستش تا مثلا حدودای 12 در خدمتتون باشیم. بالاخره قد کنید ولی... یا آهنگ چیزی پخش کنید مردم صفا کنن. همش که من نباید سال سلطان سکه، سال دلار 4200 تومانی جهانگیری، سال خیالتون راحت راحت باشه. من یک بار دیگه تاکیدم میپرسم، پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟ بله ما همین بله رو میخواستم. بله بله بسیار خوب. سال جام جهانی، سال گروه مرگ در جام جهانی، سال لحظه های پر استرس بازی با مراکش. موقعیت برای بازی کنان مراکش چرا اینجوری تو با دفع کردن یا علی؟ سال گل به خودی هاری. احساسم انجام میشه گل توی دروازه. سال پنالتی رونالدو. سال دلاور مردی به نام بیرانوند. رونالدو میزنه ضربه رو میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند. سال تیم ملی سربلند بیرون اومده از گروه مرگ و شادی مردم. سال پیری و خستگی دولت. سال چاقی دولت. دولت اولا فربه شده، اولا زیاد چاق شده، دولت نمیتونه راه بره، از بس چاق شده. سال برجام بدفرجام. سال بدعهدی اوباما و جانکری در برجام. سال پاره کردن برجام توسط ترامپ به راحتی آب خوردن. سال اونا هر کاری کنن ما همچنان توی برجام میمونیم. از این لحظه 5+1=1 را از دست داده است. سال شرکت های نفتی و خودروسازی و هواپیمای غربی که کلن کلی سر کار گذاشتن و آخرم نیامده رفتن. سال تحریم شدن هواپیمای روحانی توسط آمریکا. مگه نگفتی همه چیزو درست میکنم؟ الان همه چی درست شد؟ درست شد دیگه، آزادی تو برات خریدم ولیش کنده شد رفتی که شانس آوردی یارو فروشنده بود. همه زندگیم رفت. سال مرگ بر آمریکا و آقازاده های عشق آمریکا. چرا تو؟ چرا اونجا؟ همه چیز رو از همون گرفتی؟ با همه چیمون کار داری؟ مرد بر آمریکا! مرد بر آمریکا! سال بحثای توییتی روحانی و ترامپ. چی داری میگی تو؟ یه جوری داری صحبت میکنه انگار باورت شده ترامپی ها؟ نه شما میدونی اینو به من میگن ترامپ قصی آمریکا آمریکا میکنی من لجم رو در اینه مسخره میکنی؟ مرد بر آمریکا! سال خطونشون کشیدن های آقایون ارزشی برای آمریکا. ایران نمیخواهد نیروهای مسلح، ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم. سال توهم زدن های مسئولین بیلیاقت. ببینید یه ضرب المثل سوئیسی اینو روشن میکنه برای ما، میگه که 4 تا بهتر از یه دونه، یعنی انگلیسیشو میگم که بهتر درک کنین، 4% بهتر از 1% برای اون یارو است. سال آقازاده ها. سال ژنای خوب همچنان فعالن. سال ژن خوب دختر صفدر. سال دختر مظلوم وزیر که جنس قاچاق می آورد.
سال ژن خوب پسر سید حسن خمینی، سال دختر مظلوم وزیر که دارو احتکار میکرد، سال توهین پسر طهماسب به مظاهری به مردم. و سال آقازاده وقیحی که پدرش هم ازش اعلان براءت کرد. تا چه میخواین انقدر حسادت کنید؟ این سر کنید به جمعه بخاطر بزنید بهتون به ایچه من بده بیرا بایدید فکرتون بزنید تو کار برید یه پولی دردید، اگه نمیتونید پول دارید نمیتونید زندگی کنید برید بمیرید تمام. بابا دیگه گندشو در آوردید با این بچه تربیت کردنت. مسئولین امسال خیلی به فرزندان و فک و فامیلشون رسیدن و همه رو فرستادن خارج از ایران تا پولاشون رو این ور آب خرج کنن و آقای خامنه‌ای هم برای همین سال 97 و سال حمایت از تولید داخل نامگذاری کرد. سال مجلس، سال محمود صادقی و منتشر کردن عکس‌های عکاس اختصاصی از توالت آستان قدس. کار ما تمومه، کسی نمیره دستشویی؟ سال در اومدن صدای بعضی از نماینده های مجلس از وضعیت اداره مجلس. مردم زیر بار مشکلات معیشتی هن، اجاره بها و رهن منزل قوقا کرده، سرسام آوره، بس شما میای مسائل فرعی رو در دستور کار قرار میدی. البته این نماینده هام فقط به فکر پر کردن جیبای خودشونن و هر روز چنگاهی یه دادی هم جلو دوربینا میزنن که بگن مثلا مام هنجرمونو به خاطر مردم پاره میکنیم. سال خواب بعضی از همین نماینده های مجلس در برابر خیلی از اتفاقات مهم. موی صندلی میشناسم که بسیار برای اونایی که خوابشون نمیبره مناسب. بشینن رو سری خوابشون میبره. بگو صندلی مجلس. خیلی درسته. آره و واقعا چرا اینقدر از نماینده هامون عکس هست که در وضعیت های مختلف بیهوشن؟ دارن تو خواب به مردم فکر میکنن. خیلی رو معلوم کنن. سال اونایی که ارز دولتی گرفتن و گوشی وارد کردن ولی به قیمت ارز آزاد فروختن. سال اونایی که ارز دولتی گرفتن که تجهیزات پزشکی بیارن ولی به جاش میز و تلویزیون آوردن. سال اونایی که 778 میلیون دلار ارز دولتی گرفتن که گوشت وارد کنن اما نکردن. سال بالاخره نفهمیدیم یه سایت وزارت صنعت رو هک کردن یا هک نکردن. چی کار کردن که 6000 تا خودروی قاچاق وارد کشور شد؟ آقا من اون سایت رو هکش کردم فقط به خاطر اینکه بهشون ثابت کنم سایتشون مشکل دارن. سربالا رفتن قیمت ارز فقط باعث شد مردم عادی ضرر کنن و به مشکل بخورن. ولی به جاش آقایون و آقازاده ها کلی سود بردن و پول به جیب زدن. ولی هیچ کس توی همون مهد کودک مجلس و دولت بی روی مبارکشونم نیاورد و فقط و فقط هی شعار دادن و انداختن گردن آمریکا و اسرائیل. سال نسخه اقتصادی نوشتن شهرام جزایری برای روزنامه‌های اصلاح طلب، سال مصاحبه این روزنامه‌ها با شهرام جزایری به عنوان یکی از مفاخر مملکت و سال لو رفتن و دستگیری دوباره شهرام جزایری از مفاخر مملکت. این دفعه وسط بار عدس در حال خروج از کشور. حیف نیست مفاخری مثل شاه مملکت رو ترک کنه. سال قوه قضاییه، سال حکم 2 سال حبس سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، سال اقدام قاطع دادستان ساووش بلاغ و تخریب ویلای غیر مجاز یکی از وزرای دولت، سال دستگیری برادرزاده عباس عراقچی یعنی احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی. بله برای چی؟ اخلالگر بازار ارز؟ که البته این دستگیری ها فقط در حد حرف بوده و یکی دو روز مردم رو باش سرگرم کردن. احتمالاً چند وقت دیگه هم این آقایون سر از کانادا در میارن و به آقای خاوری میپیوندن. سال سرعت پایین قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی، سال نفهمیدیم پرونده مهدی جهانگیری چی شد، سال نفهمیدیم پرونده حسین فریدون چی شد. اعترافش رو تازه دیروز نوشتم، یه روزی که دادگاه تشکیل نمیدن.
راست میگی. تازه دادگاه تشکیل شه، یه روزی که حکم صادر میشه. حواسم نبود. اصلا گیریم یه روزه دادگاه تشکیل شد، حکمم صادر شد، همون روز که نمیتونن حکمو اجرا کنن. اشتباه کردن. سال امام جمعه ایلام که با پرادو رفت و آمد میکرد، سال امام جمعه تبریز که با اتوبوس و تاکسی رفت و آمد میکرد، سال امام جمعه شیراز و کرج و بوشهر که هر هفته بعد از نماز جمعه مردم رو موعظه میکردن، سال امام جمعه سرپل ذهاب که بعد از زلزله حاضر نشد خونه و کانکس بگیره و تو چادر زندگی میکرد تا شرمندگی مردم نشه و بگه آقازاده نیست، سال امام جمعه خرمشهر، سال امام جمعه رشت، سال سقوط هواپیمای تهران یاسوج، سال آتش گرفتن کشتی سانچی، سال زلزله کرمانشاه و کرمان، سال زلزله تهران، سال پایان داعش، سال ابراهیم حاتمی کیا و به وقت شام. من فیلمساز وابستم، فیلمساز این نظام. سال محمد علی نجفی که نیومده دوباره مریض شد و با شهرداری خداحافظی کرد و رفت. سال جلب توجه بعضیا با نامه و بیانیه و تحسن و بست نشینی حتی با زنبیل قرمز. سال عدالت خوب است تا وقتی که سمت فساد اطرافیان ما نیاید. آقای احمدی نژاد چند وقتی که هی دولت رو نقد میکنه و از این اون بعد میگه. کسی هم نیست بهش بگه همین آدما زمان دولت خودت هم بودن، پس چرا اون موقع صدا در نمی اومد؟ سالی که 60 تن کود انسانی از ترکیه به ایران وارد شد، سال اطلاعات عمومی رئیس شورای شهر شیراز. من این کوچه پس کوچه های بافت تاریخی رو فقط در ونیز سوئیس دیدم، سوئد دیدم، ایتالیا دیدم. سال نعیمه اشراقی نوه امام که گفت اگه من نوه امام نبودم بیشتر از این پیشرفت میکردم. سال مدیر یکی از مناطق آزاد که دیگه خیلی آزاده. یه نفر بوده در از مدیران منطقه آزاد اروند، هر وعده غذاشون حدوداً 600,000 تومان شده. 600,000 تومان اصلا در حالت عادی یه نفر میره غذا میخوره که با پول دولت رفته غذا 600,000 چی خورده الان؟ شیشلیگ هم میخورده، انقدر اصلا 3 تا شیشلیگ هم میخورده اینجوری نمیشده. سال اعتراضات به حق مردم برای مشکلات اقتصادی، سال ویلای فیروزآبادی، سال توچل رفتن روحانی، سال تحریم افطاری روحانی توسط هنرمندان حامی روحانی، سال خجالت کشیدن کواکبیان. خدا شاهد از بنده به عنوان نماینده مردم خجالت میکشم از این که بگم حمایت کردم از این دولت با این وضعیت اقتصادی. سال خجالت نکشیدن یه سری از آقازاده ها و مسئولین، سال توصیه کردن خاتمی به روحانی برای حل مشکلات اقتصادی، سال درخواست بسیاری از کارشناسا برای خونه تکونی کردن در کابینه دولت. واقعا خونه تکونی صفایی به خونه آدم میده. بله همه این کار انجام میدم. جان ژاک روسو؟ جان ژاک روسو راجع به این صحبتی نکرده. نه همون خواستم همین بگم. خواستم بگم جان ژاک روسو، من این مقالاتی که بررسی کردم عجیبه. راجع به خونه تکونی خیلی صحبت خاصی نکرده. بله خب... چرا؟ خب دیگه مهم هست، موضوع مهمی هست. سال حرکت دیپلماتیک رئیس دفتر روحانی در اجلاس بین المللی، سال فریدون کمبود کامبیز داماد روحانی هم اضافه شد و در دولت مسئولیت گرفت، سال بازرسی ماموران آژانس انرژی اتمی از دانشگاه‌های ایران. نه دیگه واقعا تحملم حدی داره. من هیچی نمیگم، هی شما جسورتر میشین. من امکان نداره بذارم شما برین یواشکی سرک بکشین تو خونه مردم. سال نوبخت که درباره مشکلات کشور گفت کلید ما همه ی قفلا رو باز نمیکنه. کلید تو سویش بود، سویش تو ماشین بود، ماشین دست این بود، بودمون نابود شد و رفت به کارش. و سال همه ی دشواری های دوران روحانی خسته نباشید. و چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟
خیلی هم جای خوبی. الان خوبه اینجا؟ یکی دشواری نداره اینجا، خیلی هم عالی. من مشکل شما رو بپرسم. مشکل ندارم. واقعا چه سالی گذشت به این سرزمین، به زنان و مردانش، و یه سال فقط مشکل پشت مشکل، هر روز بدتر از دیروز. یه سال هیچ مسئولی مسئولیت هیچی رو قبول نکرد و هیچ مشکلی حل نشد و فقط و فقط مردم و اغتشاشگر و عوامل بیگانه خوندن و دستگیرشون کردن و انداختنشون زندون. وقت امثال سعید طوسی و مرتضوی ها راست راست بیرون برای خودشون راه میرن. خب عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما رو هم که میدونین، در همین نزدیکی با شما tv@gmail.com. شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-723-828-2449 که میتونید از طریق تلگرام فیلماتون رو برای ما ارسال کنید. و تلفن پیغامگیر برنامه هم 201-818-999-45 هست و میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته ی آینده و خبرهای جدید، خدا یار و نگهدارتون.